دور دیگه ویژه رو خدمت همیشه از اون برنامه مهم همه که اگر نامیدی که تو ایران به دنیا آمدی کلا شرایط نامیدی داری چون دنیایی که داریم میریم با بالا رفتن تکنولوژی و, و با تصویرهای غلطی از دنیای بیرون از ایران یه جورایی تصویری درست میکنن که از نظر روانی انسان در ایران نامید میشه نه یه من نگاه کنید تعداد این برنامه رو ببینید پنجا هزار نفر این برنامه رو دیدن پنجا هزار نفر این برنامه رو خواب دیدن از 27 ما... فوریه هم رفته با شما یکی آه آرمین پروموتش بکنی شما فکر کنید من این پنجا هزار نفر که توی هر برنامه ای که این هر روز داره چند تا برنامه میذاره شما فکر کنید کانال ما این پروموت میکنه این پنجا هزار نفر چقدر تاثیر میذاره اصلا خنده داره برنامه ای دارم که زندگیتون رو میتونه عوض کنه زندگی خیلی ها رو میتونه عوض کنه و اگر واقعا دیدی این برنامه ارزشش رو داره و زندگی ها رو عوض میکنه در سطح گسترده برای دوستات که میگن بریم خارج حال کنیم یا شرایطی که الان دارن یک مقدار باش حال نمیکنن این برنامه رو بفرست شاید جرقه بخوره مسیر زندگیشون عوض بشه ولی به اینکه من با هر برنامه ده ها تن پیام بهمون میدم میگن اصلا سطح زندگی و شکل زندگی ما سبکش همه چیش از سطح بگیر تا سبک بگیر همه چیش عوض شده خب میخوام با جمعیت دنیا یک مقدار امروز یه آمار جالبی دارم اینا رو یادداشت کردم خب جمعیت دنیا میدونیم که به مرز 8 میلیارد نفر رسیده مشخصا 7 میلیارد و 800 میلیون نفر ما جمعیت کره زمین رو داریم دوستان هستن دیگه به قول ابی ابی پولی آقای پول عقبیا حال میکنن دیگه دمتون گرم ما نزدیک 8 میلیارد نفر رو روی کره زمین داریم مشخصا 7 میلیارد و 800 میلیون نفر حالا اینو میخوایم با یک تقسیم بندی و یک نتایج جالب برسونیم از هر 100 نفری که بخوایم حساب کنیم 11 نفر در اروپا زندگی میکنن بخوایم تقسیم کنیم که آقا این 7 میلیارد و 800 میلیون انسان روی کره زمین داستانشون چیه چند چندیم از هر 100 نفر 11 نفر تو اروپا زندگی میکنن 5 نفر در آمریکای شمالی 9 نفر در آمریکای جنوبی 15 نفر در آفریقا 60 نفر در آسیا دممون گم بیشتر جمعیت به خاطر چین و هند توی آسیا است از هر صد نفر در کل جمعیت جهان 49 نفر در روستا و حومه شهر را زندگی میکنن و 51 نفر در شهر زندگی میکنن پس تقسیم میشه جمعیت کره زمین نصفشون تو روستا و هومه شهرن نصفشون هم توی خود شهرن این هم بگم من خودم تو هومه شهر دارم خونه خریدم اینو زندگی میخوام بکنم اصلا خسته شدم زندگی تو شهر رو میگه از هر صد نفر جمعیت هم و هفت نفر خانه خودشان را دارن و بیست سه نفر اصلا خانه ندارن بعد میگه روزانه از هر صد نفر بیست و یک نفر پرخور هستن شست و سه نفر خوب میخورن 15 نفر کمبود تقضیه دارن و یک نفر آخرین غذایش را امشب خورد ولی به خاطر گرسنگی فردایی برای او نیست قدرت مالی برای 48 نفر کمتر از دو دلار در روز است از هر صد نفر 87 نفر از هر صد نفر آب, آب تمیز میخورن که شامل مثلا بخشایی از ایالت میشیگان آمریکا نمیشه چون میدونید آب در ایالت میشیگان از سال 2013 -14 با مشکل برخورده تو یکی دو تا از شهرشون و هنوز که هنوز دارن آب آلوده میخورن و آمریکایی که هزینه های گسترده در همه جهان میکنه نمیتونه به مردم میشیگان یه آب درست حسابی برسونه خب ببین این دو مش... دو تا چیز یکی این که اولا این که آمریکا رو میاد یه شهرش رو که یه مشکل خیلی زیاد داره رو مثال میزنه برای همه آمریکا خب اه... که این خال... کار غیر منطقیه یکی دیگه هم این که این خودش کسیه که همش میاد استدلال میکنه که از لحاظ امنیتی خیلی مهمه ببین مثلا ربطی نداره که مثلا جمهوری اسلامی میاد اگه خرج میکنه تو برای امنیت ایران توی مثلا سوریه توی لبنان البته این حرف ایشونه حرف من نیست و شما میایین میگین که آه خب مردم فقیرن چرا خرج اینا نمیکنین به جای اینکه خرج امنیت بکنین میگه که شما این دوتا با هم ربطی ندارن این دو تا چیز موضوع مختلفن دولت باید بیاد امنی... مهمترین چیز برای کشور امنیتشه خب ولی همین چیزی رو که خودش نقد میکنه معمولا الان اومد برای آمریکا انجام داد چیزی که هم مردم ایران میان میگن که مثلا ما تو لبنان و سوریه و یمن و اینا چیکار میکنیم ولی وقتی مردم تو ایران مثلا اینو ندارن اونو ندارن دولت میتونه خرج این کارو بکنه اون کارو بکنه الان میاد داره میگه که خب آمریکا چرا میاد خرج میکنه توی کشورهای مختلف در صورتی که میشیگان آب خوردن ندارن خب در صورتی که این دوتا هم بازم میشه بعضی گفت البته به منطقه خودش میشه گفت و هم ربطی ندارن نظرت چیه بابک؟ دقیقا درست ها. بعد الان یه چیز دیگه این که میاد آمریکا رو مثال میزنه خب چرا تو همین خود ایران سیستان بلوچستان نمیگه چرا خوزستان نمیگه چرا آب تو شمال کشور درسته حالا بارندگی زیاده اما خب برای آبهای زیرزمینی شکسان آلوده است خود تهران یا جایی دیگه نه خب این این به این راحتی نیست یعنی که مثالی هر... که داره میزنه میگم چرا واقع. از خود ایران نمیاد بزنه نه اتفاقا می... مثاله رو میزنه و میگه اون اشتباهه خب این کار اشتباهه اگه برای ایران اشتباهه چرا برای آمریکا این کار درسته پس میدونیم چه یعنی ام... یه جا یه منطقه استفاده میکنه یه جا منطقه برعکسش استفاده میکنه اگه برای ایران درسته اگه برای جمهوری اسلامی درسته که میاد خرج خارج از ایران میکنه برای, برای آمریکا ما با درست باشه برای آمریکا بر با درست باشه نمیشه یه جای یه چیزی بگی یه جای یه چیزی گره بگی ام... البته خب جواب د... اینکه حالا کدومش درسته کدومش غلطه بستگی به این داره که آیا واقعا به خاطر امنیت یا به خاطر چیزای دیگه خب ما هم برای آمریکا هم برای جمهوری اسلامی میتونیم بعضی موقع به این که خب نه این آمریکا مثلا اینجا آمریکا مثلا آمریکا بی خود اومده اینجا دخالت کرده ولی اینجا نه باید دخالت می... 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 میکرده یه سری چیزای دیگه هم هست ببینید از لحاظ مثلا آمریکا خب مثلا ما سنما میدونیم که امریکا اگه امرو... ب... بیاد مثلا یه سری جاهای دخ... مراقب باشه مثلا بیاد دخالت کنه خارج از مرزش هم باشه مثلا بیاد اینجا کشتی و اینا بذاره به خاطر اینکه میخواد مطمئن باشه که چین نتونه بیاد کاملا اینجا رو بگیره و جلوی بی... به بی... یه شرایطی برسه که اصلا کشتی های آمریکایی نتونه بیاد از اینجا رد شه بدون اجازه چین خب این از لحاظ اقتصادی از لحاظ تجارت به ضرر دولت آمریکا هم خواهد شد یعنی از لحاظ امنیتی ببین هر کدومش جدا جدا باید بیاد آنالیز بشه نمیتونیم بیان بگیم که مثلا ایران یا دولت مثلا ایران یا دولت آمریکا آیا بیاد اینجا دخالت بکنه یا نکنه خب ما به دولت ایران خیلی اعتماد نداریم برای اینکه میدونیم که از لحاظ خیلی از این خارج از کارهای خارج از مرزی که مثلا میان میکنن واقعا به نف... نه به نفع امنیت مردم ایرانه نه به نفع اقتصاد مردم ایرانه به خاطر کارهای عقیدت خیلی به خاطر کارهای عقیدتی خودشونه خیلی موقع دارن میخوان جمهوری اسلامی رو از مرزهای خارج از ایران روش بدن دارن اصلا یک چیز درست میکنه یه حکومت اسلامی میخوان درست کنن این ربطی با مردم ایران نداره خب من که همیشه نمیگم... میکرن. میکردن دیگه صادرات انقلابشون دیگه صادرات نوع اسلام میشون آره دقیقاً حالا من نمیگم که به دولت آمریکا ما اعتماد داریم دولت آمریکا هم خیلی جاها اومده دخالت کرده که اصلا به نفع مردم آمریکا و مر... نبوده خب ولی یه سری جا هست که مثلا مثلا میاد دخالت میکنه واقعا هم با... با اجازه اون کشور اونجا بوده بیم. مثلا ما دخالت دولت آمریکا توی یمن و یکی از فاجعه ترین کارهایی که آمریکا کرده یعنی کمکی که مثلا دولت آمریکا به عربستان سعودی کرده توی کشتن مردم یمن خب این اصلا جرم غیر انسانیه که اصلا اگه عدالتی تو جهان بود هم ترامپ هم اوباما توی چیز میشد اصلا دادگاهی میشد بخاطر این چیز ولی مثلا دخالت آمریکا توی این این مثلا این منطقه خب خب کشوری که توی این مناطق هستن اصلا میخوان آمریکا مثلا کشوری مثل ژاپن کشوری مثل فیلیپین مثل چیز تایوان یا ویتنام استرالیا اینا تو این منطقه هستن و از اینکه چین بیاد تو اینجا خیلی قلدری بکنه میترسن کمک یعنی با آمریکا با... هم با اجازه کشورهای منطقه اونجاست هم به نفع دنیاست که آمریکا بیاد اینجا باشه هم به نفع خود مردم آمریکاست که مثلا امر... مردم آمریکا از تجارتی کلی خل... خیلی کلی خل... ضرر خل... خل... میکنن از اقتصاد آمریکا کلی خل... ضرر میکنن اگه امر... اگه چین بتونه بیاد اینجا کلا بیا زورگویی بکنه خب یعنی باید دونه دونه اینا باید آنالیز بشه نه به طور کلی بیایم بگیم که آیا دخالت خوبه یا دخالت خارج از مرز بده ولی خب ما اعتمادمون به جمهوری اسلامی خیلی پایینه که اصلا تصور اولمون اینه همیشه ممنونه که جمهوری اسلامی با دلایل خوبی خارج از مرز ایران دخالت نمیکنه.